اینان مالکان آرایشگاه های زنانه در کابل و شهرهای دیگر کشور اند. شماری از زنان آرایشگر بر رسم رساندن خواستهایشان به حکومت امارت اسلامی در اینجا گرد هم آمدند. وقتی که طرف خانه و زندگی خود میبینه، طرف طفل صغیر خود میبینه، طرف یتیم خود میبینه یا طرف شوهر مریض خود میبینه، وقتی که میبینه که حمایتگر دیگه نداره، مجبور هست که شانه بته مثل یک مرد بیرون بیاید بازار بیا کار کنه. ما خدای نکرده کار حرام نکنیم، ما کار غیر قانونی نمی کنیم، ما تکس لوحه دادیم، ما مالیه میتیم، ما جواز داریم، ما امر فعالیت داریم. این چیزی هست که در 2 سال دولت امارات وقتی که آمد از ما گرفتن، ما تحویل دادیم، قانونی هم کار کردیم. اسوی هم اینان میگویند که فعالیت تمامی آرایشگاه ها مخصوص بانوان و زیر چتر شریعت اسلامی بوده است. آرایشگری یک کاری هست که خودتان میفهمید محیط و محیط زنانه است، یعنی خانم ها با پوشش خود با پوشش مناسب داخل آرایشگاهشان هستند، کار میکنن و فقط خانم ها اونجا رفت آمد دارن. کدام مشکلی برای کار آرایشگری، مشکلی خدای نکرده برای مثلا جامعه، برای اجتماع یا برای کسی دیگه نداره. برخی این بانوان از حکومت امارت اسلامی میخواهند که درب آرایشگاه های زنانه را بسته نکنند و دلیلی برای افزایش فقر و گرسنگی مردم نشوند. بیکاری به نهایت زیاد شد، مردان بیکار، بچه ها بیکار، خانما را بیکار نسازین، یتیما را بینان نسازین، خانما را بینان نسازین، از این بتر ما را دیگر رنج ندن. قسمی که بارها خانما گفته ما را مهاجر کشورهای کفر نسازین، وقتی زیر چتر اسلام هستیم بگذارین که ما هم ایجاب خود را در زیر چتر اسلام نگهداری کنیم، وقتی که ما بیکار شویم مجبور مکلف هستیم بریم. طرز عمل که از طرف اتحادی پیشاوران بر ما داده شده بود، ما به این طرز عمل عمل کردیم. خالکوبی، تتو، ابروچندان، چیزا که به حساب وضو شکن است، ما اینا را هیچ وقت استفاده نکردیم، ولی به خاطر اینمی ما را قبول کردیم که یک لقمه روزی حلال به اولاد خود ببریم، به فامیل خود ببریم، فامیل خود حمایت کنیم. بر اساس آمار نهاد پیشاوران در کابل گفتند در سطح کشور در حدود 12,000 آرایشگاه فعالیت دارند و در هر آرایشگاه در حد اوسط 5 تن مصرف کار آرایشگری برای بانوان می باشند.